سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه گفته ایالات متحده همواره مقصد اصلی دانشجویان بین المللی بوده و بسیاری از دانشجویانی که برای ترم پاییز برنامه ریزی کردند شاید هنوز تواند از این فرصت برخوردار شوند. سامان پژوهان و جزئیات بیشتر. ارتگاس در این بیانیه گفت وزارت امنیت داخلی ایالات متحده از برنامه ای خبر داده که به طور موقت تغییراتی در روادید غیر مهاجرتی F1 و M1 برای ترم پاییز 2020 ایجاد می کند. طبق این برنامه ترکیبی از کلاس های حضوری و آنلاین برگزار می شود تا شرایط لازم برای وضعیت ویزایی دانشجویان غیر مهاجر را تمین کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین گفت این برنامه موقت انعطاف بیشتری به دانشجویان غیر مهاجر می دهد. تا همزمان با حفظ فاصله اجتماعی در دانشکده های سر, تا سر آمریکا تحصیلات خود را در آمریکا دنبال کنند. پیشتر بخش انگلیسی صدای آمریکا در گزارشی نوشته بود که به دستور دولت فدرال برای دانشجویان خارجی دانشگاههایی که در جریان بازگشایی پس از تمهیدات بهداشتی مربوط به گسترش ویروس کرونا کلاس ها را به صورت مجازی و آنلاین ارائه کنند دیگر روادید صادر نخواهد شد. سامان پژوهان صدای آمریکا.